در حالی که نیروهای امنیتی افغان تلفات زیادی را متقبل شدند و مأموریت نظامی ایالات متحده و ناتو رسماً به تاریخ 31 ماه دسامبر خاتمه می‌یابد، رئیس جمهور افغانستان در نظر دارد تا شیوه دیگری را طرح‌ریزی کند. اما سوال این است که بر کناری رهبران ملکی و نظامی در نهایت چه تأثیری را در این کشور جنگ زده، آغشته با فساد و دشمنی‌های قومی و قبیله‌ای خواهد داشت. فرانس مایکل ملبن، نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید غنی احساس میکند که ضرورت برای اصلاحات در نیروهای مسلح موجود است. یک ضعف اصلی و اساسی در طریقه اداره پرسنل نیروهای مسلح موجود است که مانع اتخاذ بهترین اقدامات برای پیشرفت میگردد. در همین حال، نظیف الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور غنی، گفت آقای غنی در نظر دارد تا مقامات ملکی و نظامی در ولایات کندز، بادغیس، غزنی، ننگرهار و هلمند را تبدیل نماید. بعضی ساحات این پنج ولایت برای سالها تحت اداره طالبان قرار داشته است و نیروهای امنیتی تلفات زیادی را از این ناحیه دیده است. این در حال است که رئیس جمهور غنی روز یکشنبه توافقنامه امنیتی را با واشنگتن و ناتو توشیح کرد که به اساس آن حدود 12,000 سرباز تا سال 2015 در کشور باقی می ماند. پا اول جنوری در نوی کال که موک یو بل فصل تشو. اما با کاهش نیروهای امریکا به 9,800 تا پایان سال روان، افغانستان به مشکلات زیاد مواجه است. قرار است این رقم تا سال 2015 به نصف کاهش یابد و تا سال 2016 خروج کامل صورت گیرد. اخیراً در جریان حملات انتحاری، 4 تبعه خارجی به شمول 1 کارمند سفارت بریتانیا در کابل و 10 فرد ملکی افغان جان باختند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.